آقای شیرزاد، عملکرد جشنواره فجر و چشمانداز این جشنواره را بعد از جنبش زن زندگی آزادی و تحریم سینماگران مخالف جمهوری اسلامی چطور می‌بینید؟ ببین اول بگم که خب جشنواره باید برگزار شه تا آدم دقیق بتونه نظر بده. این چیزایی که من میگم الان تحلیله، یعنی ممکنه که در روز 22 بهمن امسال یه جور دیگه باشه مثلا همه چی، ولی فعلا با توجه به تجربه که دارم و روندی که همه چیز معمولا طی کرده به نظرم اینجوریه وضعیت. اول من چیز کلی راجع به جشنواره فیلم فجر بگم، بعد برسم به اتفاقاتی که پارسال افتاد. این جشنواره فیلم فجر خودش خود به خود در حال احتضار و اضمحلال بود، یعنی به تدریج که از حالت یک جشنواره استاندارد خارج شد. دیگه اون چیزی که 20 سال پیش 25 سال پیش بود رو ما درش نمیدید، یعنی بیشتر یه دور همی بود برای تجدید یار و تجدید خاطره به خاطر یه سابقه خوبی که در گذشته داشت و یه جایزه هایی هم آخرش تقسیم میشه. این اواخر بخش بین المللش یه آبرویی داشت که اونم برادران گام دوم تحملش رو نداشتن و درش تخته کرد. یعنی ببین خود به خود خودش رو به زوال بود جشنواره، به عنوان جشنواره رویدادش که هر سال برگزار میشد و خواهد شد، یعنی اون انتظاری که ما از جشنواره داریم. ماجراهای پارسال و جنبش زن زندگی آزادی و مهسا به نظرم خیلی تسریع کرد اینو، یعنی انگار یهو یه دونه سرنگی بهش زد دیگه تموم کرد، یعنی چیزی که باید 10 سال بعد اتفاق میافتاد رو الان انجام داد و چیزی که ما الان داریم میبینیم بیشتر اسمش به نظرم جشنواره مقاومت تا جشنواره فجر. و وقتی شما یه فیلم 22 تا فیلم دارید که فکر میکنم حالا ممکنه من اشتباه کنم یکی دو تا بالا پایین باشه، 18 تا فیلم بخش دولتیه و کلا 4 تا فیلم خصوصی داری، خب دیگه به نظرم این یه نمایشی از فیلم هایی که دولت تولید کرده و وقتی که تو جشنواره بخش خصوصی نیست دیگه اسم جشنواره هم دیگه نمیتونی روش بذاری دیگه. وزیر ارشاد اعلام کرد در جشنواره فجر امسال 10 فیلم از کارگردانه فیلم اولی وجود داره. این حضور پررنگ فیلم اولی ها رو چطور میبینید؟ آیا این تلاش حکومت برای حذف سینماگرای مخالف جمهوری اسلامی، یا اینکه و داره یک دست سازی میکنه سینما رو، یا اینکه به خاطر تحریم سینماگرای با سابقه مجبور به این کار شده؟ به نظرم چند تا چیز با هم دیگه است. ما اگه ملاکمون رو بذاریم جشنواره سال قبل، خب این اینایی که دارم میگم دیگه خبر موثقه، با وجود اینکه خودم نبودم خب از چند تا منبع مطمئن که در تهران بودن و جشنواره رو دنبال میکردن اینا رو پارسال من شنیدم که خب ببین این بخششون که همه هم میدیدیم که عملا چهرهای سرشناس چه عوامل پشت دوربین چه بازیگرا اینا هیچ کدوم نمیمادن تو نشسته خبر و تا جایی که ما میدونیم برعکس همه سال سالن ها پر نمیشده، یعنی مردم هم قهر کرده بودن نمیرفتن فیلم رو ببینن. جوری جشنواره به فضاحت کشیده شده بود که بخش بین‌الملل 2 ساعت قبل از اکران فیلم رو اعلام میکردن که یه وقت کارگردان فیلمش رو از بخش بین‌الملل بیرون نکشه و سالن رو می اومدن پر می کردن با تماشاچی های ارگانی. به نظرم می رسه که با خودشون اومدن یه فکری کردن دیگه، گفتن خب ما که داریم هزینه می کنیم پول فیلم هم قرار خودمون بدیم دیگه، چرا بذاریم یعنی واسه اینا کار کنیم، خودمون فیلم سازش هم خودمون میاریم، یه جشنواره می زنیم که همون تماشاچی ارگانی که میاد ببینه راضی باشه دیگه، بگه این یه جشنواره تراز بود دیگه، فیلم ها درباره سوریه بود و درباره جنگ فلان بود اینجور چیزا. ببین ولی خب این در نهایت اثر بخش نیست، یعنی در نهایت
سینما رو بیشتر از بین میبره. ببین مثلا دو تا فیلمی که پارسال خیلی بهشون توجه شده، یکی فیلم در آغوش درخت بود، یکی هم اتاقک گلی. خب من اصلا نمیدونم اینا فیلم های خوبی هم یا نه، دلیل اصلیش اینه که اکران نشد. یعنی شما ببین از فیلم های پارسال جشنواره فجر 10 تاش اصلا اکران نشده. این دو تا فیلم فیلمایی بوده که خیلی بهش توجه شده، ولی نه سینمادار بخش خصوصی اینا رو اومده اکران کنه، نه سینمادار دولتی که تعداد زیادی سالن سینما داره اینا رو اکران کرد. دلیلش خب چی بوده به نظرتون؟ دلیلش اینه که خب نمیفروخته فیلمه. خب فیلم نمیفروخته، سینمادار خصوصی که دنبال سودشه، سینمادار دولتی هم خب نمیخواد سالنش خالی باشه. این که نمیفروخته معنیش نیست که فیلم بعدی ها، من چون ندیدم نمیدونم، ولی معلوم بوده فیلمی نبوده که برای مخاطب ساخته شده باشه. خب حالا هر دو تای این فیلم سازا امسال هم تو جشنواره فجر فیلم دارن. یعنی شما پارسال یه فیلم ساختی کلی هم جایزه گرفته، ولی انقدی مخاطب پسند نبوده که، یعنی من سعی میکنم خیلی محترمانه صحبت کنم راجع به موضوع چون فیلم ها رو ندیدم، انقدی مخاطب پسند نبوده که چه بخش خصوصی چه بخش دولتی اکرانش کنه، همون دوتا فیلم سازم دوباره امسال تو جشنواره فیلم. خب این کادر سازی، این یکسان سازی مثل همه جاهای دیگه کشوری که این گام دوم یا دارن انجام میدن، و در نهایت میدونید تو اینجوری که میری تو انحصار، شانسی یه دونش محمد حسین مهدویان میشه که برات رقص در غبار بسازه. خب دیگه از 20 تا فیلم سازی که تو بیای با زور و پول و رانت و اینا بیای بهشون فیلم بدی، چیزی که 20 تا فیلم ساز خوب در نمیاد، فوقش میشه یکی دیگه. و در نهایت به نظرم میرسه که اینم میشه مثل بقیه کارهایی که این حضرات دارن انجام میدن و بیشتر به نابودی سینما منجر میشه تا به اینکه اینا یه کادری بسازن که به قول خودشون سینمای تراز تولید بکنن. در همین راستا ولی وزیر ارشاد خیلی امیدوارانه صحبت میکنه راجع به سینما، راجع به فیلم هایی که اکران شده. معتقده که سینمای ایران در دوره اون خیلی رونق زیادی رو تجربه کرده، فیلم های میلیاردی داشته و فروش های خیلی زیاد داشته که دو تا فیلم فسیل و یک فیلم دیگه که فیلم های کمدی هستن مبنای این ادعاش هستن. و شما این ادعا رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میشه بر اساس فروش دو تا فیلم کمدی به همچین ادعایی رو مطرح کرد؟ نه به ما قبلا یه سبد اکران داشتیم که همه جور فیلمی توش بود، همیشه کمدی ها پرفروش تر بودن همیشه، ولی فیلم های خب ملودرام یا فیلم هایی که مثلا حالا ملودرام هایی که تو ایران بهش میگن اجتماعی، اینا هم در کنار کمدی ها میفروختن. درسته که خیلی سینمای پر رونقی نداشتیم، ولی اینجوری هم نبودش که فقط کمدی بفروشه. من یاد دوران بعد از 88 میافتم، دوران بعد از 88 دو سه سالی فقط کمدی های پرت و پلا فروش داشتن، فیلم هایی که اصلا یادمون رفته الان ساخته شدن اینا. و خب اون موقع میگفتن که بیا این کمدی میفروشه یعنی سینما رونق داره و این رونق سینما. خب یه تو میزان تولیدات سینما رو باید بیا الان مقایسه کنی با میزان تولیدات پلتفرم. بالاخره یه بدنه محدودی تو برای تولید فیلم داری، وقتی همه اینا رفتن توی پلتفرم، خب عملا تو تولیدی نداری که بخوای رونقی داشته باشی. یعنی اونایی که باید برات فیلم تولید کنن دارن سریال میسازن. حالا یه تعداد فیلم کمدی هم اگه میفروشه که معنی نداره که به اینکه رونق گرفته سینما. همین تهیه کننده فسیل مثل اینکه 3 تا فیلم داره الان، خب هیچ کدومش تو جشنواره نیست. و حالا یه چیز دیگر هم که من باز اینو میدونم و شنیدم، اینم جالبه، ای باز یک خبر موثقه که از تناقضات جالب این گام دومی هست، اینا پروانه نمایش 6 ماهه اول رو منوط کردن به اینکه تو فرم جشنواره رو پر کنی. این 6 ماه اول سال بهترین فصل اکران ایرانه، یعنی اکران عید و داری و تابستون و اینا، خب همه سعی میکنن تو اونا باشن. الان به فیلم ها گفته که اگه میخواید تو این 6 ماه اکران شید باید به فرم جشنواره رو پر کنید. فرم جشنواره رو پر کردن، فیلم رو رد کردن که بگن جشنواره متقاضی داره، و حالا بهشون میگن حالا تو 6 ماه اول هم میتونید اکران داشته باشید. یعنی یعنی میگم در واقع به سبکی من برداشتم دیگه با گروکشی و این جور دادن ها دارن جشنواره رو آره رونق جشنواره میبرن نگه.
دقیقا با گروکشی میخوان رونق جشنواره رو حفظ بکنم، ولی در عمل من احساس میکنم که ما در سال آتی هم همین فیلم های مثل فسیل رو داریم که میفروشن، اینا همیشه فروختن یعنی چیز نیست، ولی باید فیلم تولید بشه تا اکران بشه تا اکران رونق داشته باشه. وقتی تولید نمیشه، فیلمی که خودت تولید میکنی رو اکران نمیکنی، اصلا حرف از رونق زدن بیمعنیه به نظرم. به عنوان آخرین سال، وضعیت سینمای ایران رو در مقایسه با سینمای جهان بعد از دوره کرونا چطور ارزیابی میکنی؟ اصلا میشه مقایسه کرد تو این وضعیت؟ ببین من یه بخش فنیشو میتونم بگم، بخش اقتصادیشم هم باید صبر کرد راستشو بخوام، ولی بخش فنیش اینه که من چون خودم اینجا الان دارم میبینم در یک سال اخیر تعداد فیلمهایی که برای اکران توی سالن دارن تولید میشن هی داره بیشتر و بیشتر میشه، یعنی سینما از اون حالتی که رفته بود داشت تبدیل میشد به یک، یعنی فیلم ها رو برای مدیوم تلویزیون میساخت، داره دوره برمیگرده به دوران قبل از کرونا خودش، فیلمو داره برای پرده عریض میسازه، یعنی چیزی که من میبینم. به مشکلی که سینما ایران قبل از کرونا درگیرش این بود اینه که چون وضعیت اکران خیلی رو به راه نبود و هر فیلمی هم نمیتونست بیاد تو اکران، بیشتر فیلم ها برای اینکه تو تلویزیون دیدشن ساخته میشد، یعنی قبل از کرونا هم این معضل سینما ایران داشت، یعنی تو یک سری فیلم تلویزیونی داشتی که با ابزار سینمایی فیلم برداری می شدن. از این جهت فکر نمی کنم تغییری توی وضعیت سینمای ایران ایجاد بشه قبل و بعد از کرونا. از جهت اقتصادی هم ببین الان همه جای دنیا اقتصاد بعد از کرونا داره از اون وضعیت تورم و سکونش خارج میشه، خب طبیعتا مردم بیشتر میرن سینما، وقتی بیشتر برن سینما خب فیلم های بهتری هم ساخته میشه دیگه، فیلم های خوب برای تلویزیون ساخته نمیشه، ولی خب با وضعیت اقتصادی که ما تو ایران داریم و این عددهایی که من میشنوم، یعنی مثلا من الان میشنوم که یه فیلم 20 میلیارد تومن هزینه تولیدشه تو ایران به طور متوسط، خب 20 میلیارد تومن یعنی 60 میلیارد تومن فیلم باید بفروشه تا سر به سر بشه، یعنی از فروش 60 میلیارد به بعد تازه میرسه به سود. خب با این اقتصادی که ایران داره و وضعی که مردم دارن چند تا فیلم مگه میتونه 60 میلیارد تومان بفروشه؟ و به نظر من نمیرسه که سینمای ایران بتونه اینجوری که بقیه دنیا داره بعد از کرونا خودش رو احیا میکنه بتونه خود دوباره بلند بشه.